درسته که ما نمیتونیم توی موشن از طریق جنریتورز، تکست جنریتورز و فایل تکست های RTF یا همون تکست هایی که فرمت های ورد یا امثال همون رو دارن وارد کنیم، اما از داخل خود موشن از منوی فایل و ایمپورت به صورت مستقیم میشه این کار رو کرد. شما از اینجا میایید تکست مورد نظرتون رو انتخاب میکنید و ایمپورت رو میزنید. یه همچین اتفاقی میفته و تکست رو برای شما وارد میکنه. به طور مثال من اینجا تکستی که دارم یه بخش از سناریوی انیمیشن وال ای که اندرو استانتون نویسنده و کارگردانش هست رو اینجا وارد کردم. اما من اگه بیام تی رو بزنم و روش دابل کلیک کنم، شما دقیقا میبینید که چیزهایی که در اختیار من میذاره خیلی شبیه به ابزارهایی که یه نرم افزاری مثل ورد داره. البته حالا خب شاید اونقدر جزئیات نداشته باشه، ولی به هر حال این رولی که من این بغل دارم برای پاراگراف بندیم و حالا چیزهایی که اینجا دارم و حالا الاخر، شما میتونید اینجا این تکست رو ادیت بکنید. نکته خیلی جالب اینه که فونت اگه داشته باشه و حالا لیات اگه داشته باشه کاملا اون رو حفظ میکنه. و استفاده دیگه که از این میشه انجام داد زمان تیتراژ، که شما میتونید از به این شکل از این فایل برای درست کردن تیتراژ استفاده کنید. شما میتونید تکست انیمیشن و اسکرول تکست رو بزنید و به محض اینکه پلی رو بزنید شروع میکنه به بالا بردن این خیلی بیرون تصویر بود نوشته های شما وارد تصویر میشن و از بالا هم که خارج میشن. شما خود بیهیویر رو اگه انتخاب بکنید میتونید تغییراتی بدید توی جاش و حالا تنظیمات دیگه‌ای که شاید یه مقدار خارج از این درس به صورت خاص باشه. اما در هر صورت از این روش هم میتونید برای درست کردن تیتراژ استفاده بکنید، هرچند که این تکس به این بزرگی ممکنه تا حدودی سنگین باشه. شما همونطور که میبینید الان من اینجا فقط 12-13 فریم میتونم به صورت ریل تایم داشته باشم و یه مقداری ممکنه کند بشه، ولی به هر حال امکانیه که میشه ازش استفاده کرد.